به نام خداوند یک تا و خبرهای این ساعت از تلویزیون بیک خوش آمدید. امروز چهارشنبه 22 مسد 1399 خورشیدی است که برابر می شود به 12 آگوست 2020 میلادی. نخواستم سرخط چند خبر مهم. احداث بیش از 100 چریب زمین باغ انگور در جوزجان. کشته شدن 9 تن از افراد طالبان در ولایت بلخ. و گرمی بی سابقه در قطب شمال روسیه. شوی خبرها با من محمود رسولی. در 120 جریب زمین در ولایت جوزجان از سوی ریاست زراعت آبیاری و مالدارین ولایت باغ انگور احداث شده است. مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت جوزجان میگویند که آنها در سال جاری در 120 جریب زمین باغهای انگور احداث کردند. این در حالی است که سالانه دهاقین در این ولایت از فروش انگور عاید خوبی به دست می آورند. 120 جریب زمین در ولایت جوزجان از سوی ریاست زراعت آبیاری و مالداری این ولایت باغ انگور احداث شده است. اسدالله صدیق آمر امور زراعت ریاست زراعت آبیاری و مالداری این ولایت میگوید ریاست زراعت این ولایت در سال جاری هدف تعیین کرده بودند تا از 100 جریب تا 200 جریب زمین باغ احداث کنند که در سال جاری توانستند در 120 جریب زمین باغ انگور احداث کنند. دیگه سیستم چایله است و جویای منظم شده که ما در اوجه میتونیم بیشتر آب مدیریت بکنیم، ولی از لحاظ تربیه که ما باغ با کدام سیستم ها تربیه میکنیم، در حدود 6-7 سیستم است که یکی سیستم تی است، سیستم آی است، سیستم کردان است و سیستم های بسیار جد. خب ما در اینجا خب سیستم های پیشرفته شگ اندازه منی تجربه کار داره و پرکتس کار داره که یقین ما با گفته آمر امور زراعتی این ولایت آنها تلاش دارند تا با استفاده از سیستم جدید باغداری حاصلات انگور و باغهای جدید بیشتری را در این ولایت احداث کنند. ما باغای جدید هم احداث کردیم که در حدود 100 جریب تا 200 جریب تارگت بخش باغداری ما بود که ایجاد بکنه و امسال ما در حدود 100-120 جریب زمین تانستیم که ما باغ احداث بکنیم در ولایت جوز. این گفته ها در حالی ابراز می شود که باغداران و دهاقین در این ولایت همه ساله از کمبود آب زراعتی شکایت می کنند. حمله گروه طالبان در ولایت بلخ بالای نیروهای امنیتی با کشته شدن 9 تن از افراد طالبان از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید که گروه طالبان در ولسوالی بلخ ولایت بلخ بالای پوسته های نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه درگیری 9 تن از افراد طالبان کشته شدند. در یک درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولایت بلخ 9 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه میگوید شب گذشته گروهی از طالبان پلان داشتند که بر بالای روستای تیمورسرای و زرگرتپه ولسوالی بلخ ولایت بلخ حمله کنند که پیش از حمله با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این خبرنامه آمده است نیروهای امنیتی کشور که حمایت نیروهای هوایی را نیز با خود داشتند گروه طالبان را از ساحه رویداد عقب زدند که در نتیجه 9 تن از افراد گروه طالبان کشته و اجسادشان نیز در میدان نبرد باقی مانده است. گفته می شود در این رویداد به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است، اما گروه طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. نیروهای امنیتی در ولایت زابل با گروه طالبان درگیر شدند که در نتیجه درگیری با گروه طالبان تلفات وارد شده است. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید که گروه طالبان در ولسوالی میزان ولایت زابل بالای نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه درگیری 10 تن از افراد طالبان کشته شدند.
ده عضو گروه طالبان در جریان یک درگیری با نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل کشته شده است. در خبرنامه‌ای که وزارت دفاع ملی نشر نموده آمده است، شب گذشته گروه طالبان بر بالای موقعیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت زابل حمله نموده بودند که حملاتشان با صورت گرفتن یک درگیری میان طرفین و وارد شدن تلفات بر این گروه توسط نیروهای امنیتی افغان به شکست روبرو شده است. در خبرنامه علاوه شده است که درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان در بخش هایی از ولسوالی میزان این ولایت به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن 10 تن از افراد گروه طالبان کشته شده است. خبرنامه می افزاید در این درگیری مقدار مهمات و سلاح های گروه طالبان نیز تخریب گردیده و به افراد ملکی و نیروهای امنیتی هیچ نوع آسیبی نرسیده است. اما گروه طالبان تا اکنون در مورد کشته شدن افرادشان در ولایت زابل چیزی به رسانه ها نگفتند. در اثر درگیری نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت پکتیا 8 تن از افراد طالبان کشته شدند. قلردوی 203 تندر با پخش خبرنامی گفته است که گروه طالبان در ولسوالی های زرمت و احمد خیل ولایت پکتیا بالای نیروهای امنیتی حمله کردند که در اثر درگیری 8 تن از افراد طالبان کشته شدند. گروهی طالبان یک حمله تهاجمی را بالای نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا را اندازی نمودند که در نتیجه 8 تن از افراد طالبان کشته شدند. قلردوی 203 تندر با پخش خبرنامه میگوید روز گذشته گروه طالبان یک حمله تهاجمی را بالای نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی های زرمت و احمد خیل ولایت پکتیکا را اندازی نمودند که با مقاومت سخت نیروهای امنیتی مواجه شدند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و گروهی طالبان در مربوطات ولسوالی زرمت این ولایت 5 تن از افراد طالبان کشته شدند. با قول از این خبرنامه همچنان در یک درگیری دیگر بین نیروهای امنیتی و گروهی طالبان در مربوطات ولسوالی احمد خیل این ولایت 3 تن از افراد طالبان کشته شدند. گروهی طالبان اکنون در رابطه با کشته شدن افرادشان در این درگیری ها چیزی به رسانه ها نگفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که دولتش با شرکت مادرنا برای خرید 100 میلیون واکسن احتمالی ویروس کرونا که این شرکت در حال انجام آزمایش‌های انسانی روی آن است، قرارداد بسته است. مدیران مادرنا گفتند که این قرارداد بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون دلار ارزش دارد و به دولت فدرال اجازه خرید حداکثر 400 میلیون واکسن اضافی را نیز خواهد داد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت ما در توسعه و ساخت 6 واکسن برتر احتمالی سرمایه گذاری کرده ایم تا از انتقال سریع آن به مردم اطمینان حاصل کنیم. سویتلانا نامزد مخالفان در انتخابات بلاروس میگوید پس از دومین شب درگیری های بین تظاهر کنندگان و پلیس در اعتراض به نتیجه انتخابات در بلاروس به لیتوانی کشور همسایه گریخته است. سویتلانا تسیخانوسکایا که نتیجه رسمی انتخابات حاکی از شکست در برابر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور دیرین بلاروس را نپذیرفته است گفت ترک بلاروس تصمیم دشواری بود که او به خاطر فرزندانش گرفت. امسال قطب شمال روسیه شاهد گرمای بی سابقه ای بود است و آتش سوزی های ناشی از این دمای بیش از حد باعث شده بخش هایی از جنگل های تایگای سبری از بین بروند. دود این آتش سوزی ها هم میلیون ها تن کربن دی اکساید در اتمسفر آزاد کرده و باعث افزایش بیشتر درجه حرارت کره زمین شده است. آیا می توان جلوی این آتش سوزی ها را گرفت؟ 20 ژوئن یکی از سردترین شهرهای دنیا دمایش به 38 درجه سانتیگراد رسید و به همین دلیل به سرخط خبرها رسید. برای شهر ورخویانسک واقع در منطقه یاکوتیا در شمال شرقی روسیه این رکورد بود.
امریکا در پیشنویس قطعنامه خود برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل تغییرات ایجاد کرده و سند جدید به مراتب کوتاه‌تر از پیشنویس اولیه است. متن پیشنویس تازه فقط 4 پاراگراف دارد و خواهان تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران می‌شود. این در حالی است که پیشنویس اولیه سند 35 صفحه‌ای پاراگراف بود که شامل یک مقدمه طولانی در متهم کردن ایران با صدور سلاح به گروه‌های شبه نظامی در عراق، سوریه، لبنان و یمن بود. خبرهای ورزش ایرانی از همکارم حسام الدین حیدری تقدیم شما میکند. سلام و وقت بخیر، به خبرهای ورزشی این ساعت خوش آمدید. زلاتان ابراهیموویچ 38 ساله، اگرچه این روزها دور از میدان فوتبال است و مشغول سپری کردن تعطیلات تابستانی، اما طعنه زدن بر رقبایش را از یاد نبرده است. این بار او هواداران تیم ملی انگلیس را به خاطر گلی که 8 سال پیش در یک بازی دوستانه به تیم ملی انگلیس زد طعنه زد. در ماه نوامبر سال 2012 زلاتان در یک بازی دوستانه میان تیم‌های ملی سوئد و انگلیس با یک ضربه قیچی برگردان از نزدیکی وسط زمین بازی دروازه جو هارت که جلو آمده بود را باز کرد. ابراهیموویچ به خاطر زدن آن گل در سال 2013 جایزه فیفا پوشکاش که هر سال به زننده زیباترین گل تعلق می‌گیرد از آن خود کرد. باشگاه ریال مادرید با انتشار یک بیانیه‌ای از پایان حضور قرضی آلفونس آرولا در این تیم و بازگشت این دروازه‌بان فرانسوی به پاریس سن ژرمن خبر داد. ریال مادرید تابستان سال گذشته همزمان با انتقال قطعی کلور نواس از جمع کهکشانی‌ها به پاریس سن ژرمن دروازه‌بان تیم پاریسی را برای یک فصل قرض گرفت و حالا قصد دارد او را به تیمش پس دهد. آرولا در فصلی که گذشت تنها 9 بازی برای قهرمان لالیگا انجام داد و با حضور تیبو کورتوا اون نقش پررنگی در این تیم نداشت. آخرین گزارش رسانه‌های انگلیسی حاکی از آن است که آرولا 27 ساله در شهر لندن یک خانه خریده است و این نشانه ای از احتمال پیوستن او به چلسی است. و همچنان خورن لوپتگی که شاگردان از شب گذشته در دیدار تک حذفی از مرحله 1/4 نهایی لیگ اروپا به لطف تک گل دقیقه 88 لوکاس اوکامپوس با نتیجه 1-0 وولورهمپتون انگلیس را در شهر دویسبورگ آلمان از پیش رو برداشتند. در خصوص رویارویی تیمش با شاگردان اولگنار سولشایر در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها گفت: ما در مرحله بعد با منچستر یونایتد بازی خواهیم کرد. آنها بزرگترین تیم در دنیا هستند، اما ما برای تقابل با آنها خودمان را آماده خواهیم کرد و یفزود ما روی بازی بعدی من برای مساف با تیم سطح بالا، تیم تاریخی و یکی از بهترین های تاریخ فوتبال که در شکل و فرم خوبی است تمرکز کرده ایم. در دیدار مقابل منچستر یونایتد هم به مانند همیشه بهترین عمل کرده من را به نمایش خواهیم گذاشت. حال هم به وضعیت ها به وای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید. این بود مجموعه خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد، بدرود.